درود بر شما همراهان کانال آفیران. تو این روزا اخبار و ویدیوهای متعددی درباره دایره لغات ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور شش کلاسه رژیم جمهوری اسلامی ایران در صفحات مجازی منتشر شده. همین مسئله باعث شده کمتر به موضوع فساد گسترده خانواده ابراهیم رئیسی پرداخته بشه. در این ویدیو سعی کردیم به چند نمونه از اونها اشاره کنیم. مقداد نیلی احمدآبادی، داماد ابراهیم رئیسی، شوهر ریحانه سادات. ایشون مؤسس و سردبیر سابق رجا نیوز، ارگان خبری ستاد انتخاباتی احمدی نژاد بوده و در حال حاضر عضو هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی امام رضا ویژه خواهرانه که شغل اصلیش محسوب میشه. این مؤسسه با همکاری ریحانه رئیسی و مادرش جمیله علم‌الهدا زیر نظر مجموعه آستان قدس رضوی در تهران فعالیت میکنه و محل برگزاری انواع کلاس‌های آموزشی از احکام اسلامی گرفته تا طب سنتی، جنگیری و احضار روحه. اما مهمترین فعالیت این مؤسسه مربوط به واحد وصال رضوی یا همون ازدواج موقته که در اون انواع خدمات واسطه‌گری سکس به صورت رسمی به افراد نیازمند به خصوص طلاب در سطح تهران و شهرستان‌ها ارائه میشه. این کار از طریق کدگذاری و مرتبط کردن فرد متقاضی رابطه جنسی با کارگران جنسی و یا با فراهم کردن محلی برای سکس انجام میشه که در اصطلاح عامیانه به اون قوادی گفته میشه. سرور میزبان ارائه کننده این خدمات هم شرکت بیان متعلق به آستان قدس رضویه. سید علی رئیسی، برادر ابراهیم رئیسی، عضو هیئت مدیره موقوفات آستان قدس رضوی در تهران، معاون سابق وزیر دادگستری، معاون سابق هماهنگی بین وزارت دادگستری و قوه قضاییه، معاون سابق بخش مالکیت معنوی و حقوق بشر قوه قضاییه، قاضی دادگاه، قاضی دادسرای دیوان عالی، بازرس سابق سازمان حج، دادستان سابق قوچان و معاون سابق سازمان زندانهای کشور. در حال حاضر دفتر خدمات قضایی و کارچاخکنی رئیس و ساداتی در میرداماد تهران متعلق به همین شخصه. سید محمد حسین خداداد حسینی، معروف به سید ناصر حسینی، دایی میلیاردر ابراهیم رئیسی در مشهد. سمت‌ها و مشاغل ایشون بسیار زیاده. امام جمعه سابق شهرستان فردوس، مسئول سابق دفتر فاضل لنکرانی در مشهد، مسئول فعلی دفتر آخوند مکارم شیرازی در مشهد، تولیت و مالک مسجد میلیاردی خمینی مشهد معروف به مسجد نایب الامام خمینی که علت این نامگذاری عکس یادگاریه که دایی ابراهیم رئیسی اوایل انقلاب و در دوره جوانی در کنار خمینی گرفته. ایشون همچنین صاحب چندین شرکت تجاری فعال در ایرانه. مسجد مشهور خمینی در مشهد خونه باغ سابق چندین هزار متری دایی ناصر بوده که در سال 1394 با هزینه 8 میلیارد تومان تبدیل به یکی از لوکس‌ترین و مدرن‌ترین مساجد کشور با زیربنای نزدیک به 1500 متر مربع شد. پروژه جدید دایی ناصر مشهور به رهباغ حضرت زهراست که با بودجه 30 میلیارد تومان در حد فاصل مسجد نائب الخمینی و حرم رضا در حال اجراست. سازمان موقوفات آستان قدس رضوی یکی از ثروتمندترین نهادهای سیاسی مذهبی و تجاری جمهوری اسلامی با میلیون ها دلار ثروت و هزاران کارخونه، شرکت تجاری و املاک و مستغلات در داخل و خارج از کشوره که نه مالیات پرداخت میکنه و نه اطلاعات کاملی از صورت حسابهای مالی زیرمجموعه های این سازمان وجود داره. با این حال تمام اعضای خانواده مسئولان پاکدست نظام علاوه بر مشاغل سیاسی و امنیتی که بر اساس نسبت‌های فامیلی توضیح میشه، بر سر سفره سازمان‌های مثل آستان قدس رضوی و مؤسسات مشابه هم مشغول دزدی از اموال مردم هستند. در حال حاضر هم به طور کل آستان قدس رضوی در اختیار خانواده ابراهیم رئیسی قرار داره. پس در اینجا هم بشنوید اعتراف ناخواسته ولایت مطلقه وقیه درباره علت فقر و تنگدستی مردم در ایران. میگن این سرزمینی که تو داری میری اونجا، اگر مردمش رو توانستی ثروتمند کنی، این زمین سرزمین آباد خواهد شد. اگر مردم رو فقیر نگه داشتی یا فقیر کردی و نتوانستی، این سرزمین هم آباد نخواهد شد، سرزمین هم ویرانه خواهد موند. اهلها، مردم تنگ دست می شوند. تقصیر فرمان روایان، فقر مردم گناه فرمان روایان، اونا هستند که موجب فقر مردم می شوند. چون اونجوری که از ثروت و منافع دست میاد او رو برای خودشون می خوان. این موجب فقر مردم.